ملت یمن مظلومند، دیگه از این ظلم بالاتر نیست. در ماه حرام، ماه رجب ماه حرام است. مشرکین مکه هم وقتی ماه رجب میشد جنگ رو قطع میکردن. از مکه زشتر و بدتر از مکه اون روز امروز کسانی هستند که در ماه رجب ماه حرام خانواده های یمنی رو به عزا می نشانن. در یک شبانه روز 100 بار 200 بار با هواپیما حمله می کنن به یک نقطه ای به بهانه های واهی، با استدلال‌های غلط، با ادعاهای دروغ. این ملت ملت مظلومی است، ملت یمن ملت مظلومی است، ملت بحرین ملت مظلومی است، ملت فلسطین دچار مظلومیت مزمن است. سالهای متمادی است این ملت زیر فشار است. ما از مظلوم حمایت میکنیم، هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی های ما وسع ما باشد، وظیفه ماست. اسلام به ما گفته است کن للظالم خصما و للمظلوم عونا. این سفارش امیرالمومنینه. ظالم هر که بود باید با او مقابله کرد، جلوی ظلم رو گرفت. مظلوم هر که هست باید از او حمایت کرد. مراقب باشن کشورهای منطقه، سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه اسلامی ترسوندن این کشورها از همدیگه است. دشمن موهوم درست کنند، دشمن اصلی را که استکبار است، که کمپانی های متجاوز و متعدی هستند و وابستگان آنها که صهیونیست است، اینا دشمنان اصلی، اینا رو در حاشیه نگه دارن، دشمن موهوم درست کنند. ایران در مقابل عرب، فرون قومیت در مقابل فرون قومیت دیگر، شیعه در مقابل سنی، این چیزهایی است که سیاست های دشمنان اینا هست. باید با این مقابله کرد. این مقابله با یک چنین سیاست هایی مقابله با جاهلیت است. جاهلیت مدرن امروز جاهلیتی خشن، بیرحم، قسی‌القلب و مجهز به انواع و اقسام ابزارهاست. هوشیارانه باید با این مقابله کرد و ملت ایران این مقابله را کرده است، باز هم خواهد کرد.